روزنامه واشنگتن پست از تلاش حکومت چین برای جمع‌آوری داده‌های کاربران خارجی در رسانه‌های اجتماعی مثل توییتر و فیسبوک خبر داده. این نشریه با بررسی صدها سند از جمله قراردادها و مزایده‌های تجاری دولت چین میگه این کشور با کاوش گسترده در رسانه‌های اجتماعی غرب تلاش می‌کنه اطلاعات راجع به شهروندان غربی در اختیار پلیس، ارتش و سایر نهادهای حکومتیش قرار بده. گفته شده دولت چین این کار رو با استفاده از یک شبکه سراسری انجام میده که شامل مراکز بررسی داده‌ها و انواع پروژه‌ها و نرم‌افزارهای برای جمع‌آوری اطلاعات کاربران خارجی از منابعی مثل توییتر و فیسبوک. از مواردی که در این گزارش پررنگه اینه که چین مجموعه‌ای از داده‌ها درباره روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان خارجی رو گردآوری می‌کنه و البته تمرکز ویژه‌ای هم روی مسائل مربوط به هنگ کنگ و تایوان داره. این اسناد نشون میدن دولت چین از این اطلاعات و واکنش‌های خارجی‌ها به مسائل داخلی چین برای بهبود عملکرد رسانه‌های خودش هم استفاده می‌کنه. سامانه‌های سنجش افکار عمومی در چین ابزارهای مهمی در برنامه شی جینگ پینگ رئیس جمهور این کشورن که هدفشون تقویت دستگاه تبلیغاتی و کنترل اینترنته. بنابراین گزارش سنجش و هدایت افکار عمومی پروژه‌ایه که چین مدت هاست دنبال میکنه. به گفته روزنامه چاینا دیلی در سال 2014 بیش از 2 میلیون نفر به عنوان تحلیلگر افکار عمومی در نهادهای دولتی چین کار میکردن. چین حالا در تلاش تا همین کار رو در سطح جهانی انجام بده. این در حالیه که به گواه نهادهای ناظر بین‌المللی در داخل این کشور نه رسانه‌های مستقل اجازه فعالیت دارن و نه انتخابات آزادانه برگزار میشه. اما نگرش منفی به چین در سطح جهانی در حال افزایش. سرکوب مسلمانان اویغور و آزادی خواهان در هنگ کنگ و همینطور همه‌گیری کرونا که منشأش در چین بوده باعث تشدید این نگرش منفی شده. به همین دلیل رئیس جمهور چین از مقامات کشورش خواسته سعی کنند تصویر مثبتی از چین در سراسر جهان ارائه بدن. مهدی سارمیفر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینای کانادا با ما همراه شده. آقای سارمیفر، این بخشی از کارزاریه که چین داره برای کنترل افکار عمومی. پیشتر هم گزارش‌های منتشر شده بود که سعی می‌کرد اینفلوئنسرها یا شاخ‌های مجازی رو تحت تاثیر قرار بده. دقیقاً چین داره چه کار می‌کنه برای مدیریت افکار عمومی در سوشال مدیا؟ بله، ببینید، ما می‌بینیم که به هر حال کاربران وقتی در محیط اینترنت فعالیت انجام میدن، هر کار کوچیک که میکنن داده های تولید میکنن که بررسی این داده ها کمک میکنه به کسایی که احتیاج دارن به نوعی، به خصوص بخش خصوصی، که روند های فعالیت های خودشون رو بهینه بکنن. در این زمینه هوش مصنوعی خیلی کمک میکنه به داده کاوی. در این حال کاربران محتوا هم تولید میکنن، برای این یک سطح عمیق‌تر بهش میگن متن کاوی، یعنی که ما ببینیم که کاربران چه متنهایی نوشتن، و از اون عمیق‌تر اینه که ماشین بفهمه اپینین ماینینگ یا عقیده کاوی، که ماشین بفهمه که کاربران نظرشون در مورد یک محتوایی که به خصوص الان در حال ویروسی شدن، پخش شدن در شبکه‌های اجتماعی چی هست. کاری که چین کرده همونطور که گفتیم، بررسی واشنگتن پست نشون میده که در یک سال گذشته 300 پروژه بوده که نشون دهنده اینه که چین الان داره این تجهیزات اپینین ماینینگ و عقیده کاوی رو برای محیط بین الملل استفاده میکنه. خب دستگاه اداره تبلیغات مرکزی چین و CAC ارتش سایبری چین این کارها رو در داخل چین انجام داده. این گزارش هم با افرادی مصاحبه شده که برای این سیستم کار میکنن بدون ذکر نام، و میگن که ما سالها مثلا وقتی شی جین پینگ صحبت میکرد ما رصد میکردیم شبکه اجتماعی داخل چین رو، و این سیستم وصله مثلا حتی با SMS وصله به افراد بالادست که در لحظه اگه محتوای علیه رهبران چین داره وایرال میشه گزارش بدن. اما اتفاقی که افتاده اینه که حالا چین پا رو فراتر گذاشته، داره میبینه که مثلا در توییتر یا فیسبوک مردم چی دارن راجع به رهبر چین میگن، یا در مورد هنگ کنگ نظرات کلی چیه، و اینها کمک میکنه به دولت چین، یعنی در حقیقت عقیده کاوی، سنتیمنت آنالیسیس یا اپینین ماینینگ کمک میکنه و اولین گام هست برای دستکاری افکار عمومی، در حقیقت پابلیک مانیپولیتینگ، که به دولت چین اجازه میده بفهمه افکار عمومی به کدوم جهت رفتن و در نهایت محرک هایی رو در فضای عمومی ترویج بده که اینها رو برگردونه به حالت قبل. این به خصوص از زمانی که شی جین پینگ تغییرات اساسی داده در روی کرده چین جدی‌تر شده. همونطور گفته از زمان میدان تیانانمن این بخش، حالا به شوخی میشه گفتش که شبیه وزارت حقیقت رمان 1984 جورج اورول هست، ولی بیش از 2 میلیون کارمند فقط در سال 2014 میدونستیم داشته، و میدونیم ارزش این سیستم سانسور چین یا ارزش هدایت افکار عمومی چین بیش از 10 میلیارد دلار و در سالانه 50% رشد میکنه.
ولی یه بخشش هم همین واکاوی، یه بخش اساسا تولید محتوایی که گزارش شده میلیون ها حساب جعلی هم چین داره برای کنترل افکار عمومی. ممنونم از شما مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از ریجاینا کانادا با ما.